مسئول برگزار کننده سمینار دو روزه سیویل سوسایتی و دموکراسی این ایران، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران، آقای دکتر جهانبگلو هستند که برای این مراسم زحمت بسیاری کشیدند، چون و اونایی که دستن در کار هستند میدونن که جمع کردن یک همچین آدم هایی از با تخصص های مختلف زحمت زیادی میکشه. از خود آقای جهانبگلو میخوام که در مورد این کنفرانس توضیح بدن. والا خیلی خوشحالم که تمام دوستان تونستن بیان از طیف‌های مختلف، آدم‌های مختلف از جای مختلف دنیا. البته خیلی کار ساده‌ای نبود و بعضی از دوستان دیگه هم دعوت شده بودن که خب حالا به خاطر کسالتایی داشتن یا مسائلی که داشتن برای از دور بوده یا ویزا نگرفتن نتونستن بیان، ولی به نظر میرسه که به هر حال از طیف‌های مختلف تونستن بیان و ما این کنفرانس رو تقریبا در فرصت مثلا 4-5 ماه تونستیم برگزار کنیم. یعنی در حقیقت من 5 ماه پیش تصمیم گرفتم که همین کنفرانس رو بذارم با کمک دانشگاه تورنتو و این کار کردیم و نیست که نتیجهش هم میخوام به صورت کتاب در بیاریم. البته شکی نیستش که خب انرژی تیم شما، دانشجوهاتون، بچه‌هایی که با شما کار میکنن پشت صحنه و توی صحنه ما ببینیم که خیلی قوی بودش. در حال این سپانسر این برنامه بودن؟ اسپانسرش اکثرا دانشگاهی‌ها بودن، یعنی شما 3 دپارتمنت دانشگاه تورنتو داشتین که من خودم با این 2 از اینا در ارتباطم، یعنی تو علوم سیاسی که درس میدم، دیپارتمنت علوم سیاسی و مرکز اخلاقیات دانشگاه تورنتو که اونجا هم باشون ارتباط دارم برای اینکه محقق اونو هستم، و IDRC در حقیقت هستش که میشه گفتش که مرکزشون در اتاوا هستش و اونا به ما یک کمک مالی کردن که ما بتونیم این کنفرانس رو بذاریم. البته دلیلش هم اینیست که این کسی که الان رئیس اون IDRC هستش، این مرکز در حقیقت برای تحقیقات هم هست، من بگم مرکز سیاسی نیست که بعدها نه این در کیهان بنویسن که حالا شما از آمریکا یا پول گرفتین یا از مرکز سیاسی، مرکز تحقیقاتیه. اینا با ما کمک کردن و ما یک گرانتی دادن، یک کمک هزینه کردن، خیلی هم کم، تازه خیلی خیلی کم، و ولی داوطلبانی که حاضر شدن به ما کمک کنن کم این جوانایی است که شما می‌بینید، تعداد بسیار زیادی، بدون اینکه یک شاهی گرفته باشن، یک سنت گرفته باشن، اونا هستن که کار اصلی انجام میدن. البته خود همینا رو اگه تو کانادا جمع می‌زنیم می‌بینیم ساعت‌ها، یعنی صدها ساعت کار والانتیری میشه، خودش یه عالمه هزینه است. واقعا هم من ازشون ممنونم، برای اینکه اگه این افراد نبودن اصلا نمیتونستم من به تنهایی این کار انجام بدم. و فکر میکنم که همه با تینت خوب، همه با هدف مسالمت آمیز، این فکر که ما بین ایرونی ها کنار هم بشیم، البته ما خارجی هم از افغان دوستان، از سریلانکا، از آمریکا، انواع اقسام بهترین آدم ها رو جمع کردیم، ولی همه فکر میکنم که دل دادن به این داستان. یعنی این کنفرانس، کنفرانس همدلیه در حقیقت. چی شد که فکر این کنفرانس افتادیم؟ خب این که خیلی مسلمه، برای این که اولا مسئله جامعه مدنی و دموکراسی مسئله ایست که ما به خاطر زندان رفتیم. مسئله هستش که تمام افرادی که شما در این کنفرانس می‌بینین، حتی غیر ایرانی‌هاش، درباره‌اش دارن 30-40 سال عمرشون رو گذاشتن دارن کار می‌کنن. بعدش هم ما می‌خواستیم که بعد از 1 سال بعد از این جنبش مدنی که در ایران اتفاق افتاد، حالا من بهش رنگ خاصی نمیدم، این بررسی بکنیم که خب این اتفاقی که افتاد ما کجای کار هستیم، حالا آیا برای چی اصلا این اتفاق افتاد و این پیش‌فرض چی بوده، و مردم بیان درباره‌اش صحبت کنن. نتیجه کنفرانس رو البته ما از بقیه شنیدیم که عموما اکثریت خب خوشحال بودن و راضی بودن. خود شما چه شکلی میدونید؟ فکر می‌کنید میتونه به جامعه عمومیت تر بسیار از این فراتر از دانشگاه بره؟ بله، به خاطر اینکه خب این کنفرانس الان ضبط شده، خود شما لطف کردین و بخشش رو فیلم گرفتین، این میاد بخشش رو اینترنت، کسانی که در داخل ایران هم هستن میتونن اینو نگاه کنن، به صورت کتاب و مقاله هم در خواهد اومد، و من فکر میکنم تک تک افرادی که اینجا در این کنفرانس شرکت کردن به هر حال اینا فعالین مدنی هستن که به کارشون در آینده هم ادامه خواهند داد. به نظر میاد که آخرین ساعتایی که برید شما یه هفته مرخصی به خاطر خستگی‌های روحی و فشاری که واقعا این کار عظیم کنفرانس داشته برای شما، آیا کنفرانس دیگه در نظر دارین که به زودی یا سال آینده برگزار کنین؟
والا من الان 30 سال که تعطیلات به اون معنی نداشتم. تعطیلاتم در زندان اوین بوده. از این ستون به اون ستون فرجه میگن. بله من اتفاقا دارم دوشنبه میرم ترکیه برای کنفرانس دیگه، البته در رابطه با ایران نیست ولی میرم ترکیه و نه اصلا امیدوارم که بتونیم در کنفرانس های دیگه هم خودم شرکت داشته باشم، هم بتونیم باز در این دانشگاه یا در تورنتو یا در کانادا کنفرانس های دیگه داشته باشیم. عنوان یکی از مروجای غیر خشونت که خب البته خوشبختانه جدیدن می جایزه صلح جایزه گرفتید تو از طرف سازمان ملل، واقعا جنبش سبز و در سال در گذشتهش رو که خب موفقیت آمیز ارزیابی میکنه، آیندهش رو چگونه میبینید؟ آیندهش بستگی به خودمون داره. آیندهش بستگی به این داره که کسانی که در این جنبش هستن اعتقاد به این جنبش داشته باشن، اعتقاد به خشونت پرهیزی داشته باشن، اعتقاد به جابجایی قدرت نداشته باشن، اعتقاد به قدرت طلبی نداشته باشن، اعتقاد به بحث و گفتگو داشته باشن، ولی ضمناً بتونن پرسش‌های درست در مورد اشکالات و مشکلات خودشون و آینده ایران هم بکنن. اگه این کارو نکنن شکست خوردن. خسته نباشید، براتون آرزوی موفقیت بیشتری داریم. شاد باشید.